اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. من با هوا و عطر شما زنده بودم، در خیش گریه بر لبتان خنده بودم. تنها تر از سکوت، جوشان تر از ترانه خورشید میهنم، هر بار با شما سنگ صبور هر شبه من، امیدوار رویت آینده بودم. بر موج 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 و صدا، خط من و شما در نقطه تلاقی احساس و آشتی با هم یکی شدند. زین رو این سالها از شور آشتی آکنده بودم. من با هوا و عطر شما زنده بودم، همراه با شما در سوگ سرفراز در این سرو میهنم، سرباز عاشقی که خط خونش در زیر آفتاب جنوبم تک بیت نانوشته فردوسی است آواز خواندم. همراه با شما رویای خانه پدری را تصویر کردم و عهد بستم همراه با شما شمشیر مرگ باشم برگردن تمامی آنها که عشق را در سوق ننگ و رنگ رها کردند. همراه با شما در کوچه های گمشده ایران در جستجوی نور و رهایی هم کاروان شدم. آن شب که جلوه های سفر رنگ خواب داشت، آن شب که گزمگان در جستجوی مادوس عاشق با کیسه های نفرت خود در کوچه باغ‌های سفر گشتند، همراه با شما زخم هزار خنجر بر پشت، داغ هزار عاشق بر دل در بستر شبانه تبعیدی پاینده بودم. من با صدای شما زنده بودم. آنها که خون ایرانی را شستند از تمامی رکاشان، دینار را به رکا رها کردند، آنها نمیگذارند ما عاشقان خسته ایران آواز دلنشین وطن را در شامگاه تبعیدی تا سر زند سپیده آزادی بر بام دل بخوانیم. من با هوا و عطر شما زنده ماندم. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 4 سپتامبر 13 شهریور ماه به شما سلام میکنم. خب عید قربان هم آمد و پیام آقا امسال لحن و آوای دیگری داشت. یادم است از اون سالی که آقای خمینی فریاد زد، اونجا بودم، به چشم دیدم. تبت یدا ابی لهب، داد میزدن مردم، شیلو یدا که یا فهد، بریده با دست فهد. اومد من تو کشور اونا علیه شاهشون شعار میداد. اول خیلی عجیب بود، این پلیسای سعودی باورشون نمیشد، چون برادران پاسدار زنجیروار خیابون اطراف حرم رو گرفته بودن، وسط زنان
و معلولین رو صندلی چرخ دار. پلیس اومد تذکر بده، زدن گردنش رو شکستن، زنجیر، چاقو. بعد یه دفعه 400-500 تا گارد ملی که امیر عبدالله فرمانده شون بود با اسب اومدن. به محض که این آمدن، برادران پاسدار موش بودن، موشتر شدن، در رفتن، قایم شدن، زن و بچه مردم و معلولان گذاشتن جلو پای اسبا. خدا بیاموزه، دکتر عباس مهاجرانی نشسته بود لب یه پله، خانومی هم فرار کرده بود، ترسیده بود، گریه میکرد، اونم گریه میکرد. بعد یه دفعه شیخ زاده خلخالی قبا رو بسته به کمر، بدو بدو میرفت. دکتر مهاجرانی گفت شیخ صادق گیوی کجا میری؟ گفت میرم تا برگردم سر تو رو ببرم. صادق خلخالی. و اون روز چه بیگناهانی که خونشون بر زمین ریخت به خاطر شعارهای خمینی، به خاطر اینکه عکس خمینی رو میخواستن رو کعبه بندازن، تصاویر 20 متری 25 متری سعودی ها مصادره میکردن عکس ها و شعارها رو، نقاش آورد بودن همونجا میکشتن، چلوار میخریدن، از این چیزهای مقوایی درست کردن، اسپری میزدن عکس های 20 متری خمینی که به کعبه آویزون کنن. چیزهای مختلفی، من پیام های گوناگونی شنیدم. امسال اما پیام آقای خامنه‌ای بسیار معقول، پیام آشتی، پیام دوستی، یک کلمه به آل سعود حمله نکرد، هیچی نگفت. و این چی رو نشون میده؟ این نکته رو میخوام بهتون بگم. بگذارید در تعامل ما هم با رژیم یه همچی رفتاری آدم لازمه داشته باشه. دکتر داوران حبیب و دکتر فرهاد بهبانی دو تا از آزاده ترین انسان هایی بودن که من میشناختم، از یاران مهندس بازرگان، با نهضت آزادی در تعامل آشنایی بودن. بعدم که اومدن اون تشکیلات رو درست کردن، دفاع از آزادی و حقوق بشر، اینا رو بردن زندان. داوران و بهبهانی یادداشتایی دارن که من بارها اینا رو خوندم و اتفاقا یادم باشه بیارم این چند صفحهش رو براتون بخونم. رژیم تازه 10 ساله است، هنوز وحشیگریش به اینجا نرسه، 10 سالش. ببینید با این دوتا آدم پیرمرد چی کار میکنن تو زندان، چه رفتارهایی میکنن و بعد اینا رو به چه روزی میرسونن که وقتی فرهاد میاد بیرون از زندان جلوی دکتر عابدی که عزیزترین رفیقشه خجالت میکشه. چرا؟ چون وادارش کردن تو زندان حرفای راجع به دکتر عابدی بزنه. رحیم عابدی، اون مرد بزرگ، اون مرد نازنین که چقدر من دوستش داشتم، تو اتحاد برای آزادی می اومد با مرحوم بنی احمد و دکتر زوکا و بلوهر آصفی، و چقدر روزای خوبی بود. عجب. بعدم رئیس پتروشیمی شد بعد از انقلاب. با وجود که بودم اهل مسجد و غیره نبود، مثل دکتر شاپور بختیار بازرگان بسیار بهش احترام میذاشت. غرضم اینه که اینها در اون زمان با این آدما در اونجا چه کردن، چه عملی انجام دادن و چرا این کار کردن، اینو میخوام بهتون بگم. چون در برابرشون رفتار نهضت آزادی، جبهه ملی، گروه های ملی و ملی مذهبی رفتار انسانی بود، معتدل بودن، چاقو به دست نمی گرفتن، چاقو کشی نمی کردن. اما چاقو کش که جلوی اینا بیاد جا می زنن. 4 لات تو تهران اینا رو به چه روزی انداختن؟ 4 آدمکش چاقو کش در برابر دولت خارجی هم اینا همین جورن. سعودی هم می گفتن انشالله گربه است. بمباشون رو کشف میکردن تو حج، چششون رو میبستن، میگفتن عیب نداره. بالاخره برادری اسلامی نباید به هم زد، نباید کاری اینا جریتر میشن. سال بعد میخواستن مکه رو فتح کنن، خبر رو میرفتن منفجر میکردن. ملک عبدالله به شدت مخالفت میکرد با اینکه اطلاعات رو به امریکایی ها بدن، میگفت امریکایی ها میزنن ایرانو.
بالاخره همسایگان من، برادران من، دو تو چشم اونا بره تو چشم ما هم میره. این دفعه گفتن نه. پاسخی که از ریاض اومد وقتی سفارتشون آتیش زدن، بساتون جمع کنیم بریم. قهر کردن ما نمیایم مکه، مکه رو بین المللی کنیم. هیچ محل نذاشتن نیایم. دومشون رو کورشون گشتن رفتن. بی سر و صدا، براعت بی براعت، دعای کمل تو مکه تو حرم بی دعای کمل. دعای کمل میخوای بخونی؟ تو هتلت بخون، تو بعثت بخون، تو مسجد الحرامی که 1,000,000 حاجی میان اونجا میرن، تو نمیتونی 200 متر جاره بگیری میخوای دعای کمل بخونی بعدم خلفا رو لعنت کنی؟ نه، از این خبرها نیست. بقی میخوای بری زیارت، بسیار خوب، ما دیوار کشتیم دورش، بشین زیارت کن. بپری بخوای یه مش خاک وردادی جلوتو میگیریم. قرص و محکم رفتن حج. بی سر و صدا خدا رو شکر نه خون از دماغ زائر ایرانی اومد، نه اتفاق افتاد، نه برخلاف هر سالی که اینا بودن و به خاطر وجود نکبت بارشون حاجی های بی گناه ایرانی هر سال یه مصیبتی میدادن، چون 2,000-3,000 تا از این آدما بودن که 33 بار بود حج رفته بودن بازم میمدن، وجودای نکبت بار من دیدم اونجا چه میکردن. دو زنای عراقی و سوریه و غیر دنبال سیغه میگشتن، همین آقایون آخوندهایی که به عنوان دلائل یا راهنمایان کاروان ها آمده بودن، همشون 4-5 از این بچه عراقی ها رو که اونجا میشناختن، برو ببین یه سیغه برای ما پیدا میکنی، همه کارشون این بود. همین که وقتی اون تموم شد حج، همچی 2 ساعت تموم نشده بپرن تو هتل خبر مرگشون. الحمدلله حج امسال به پایان رسید بدون خونریزی و کشت و کشتار، و این خبر خوبم هست که احتمالاً 2 هیئت دیپلماتیک به 2 کشور سفر میکنه. سعودی ها میان که ببینن میزان خسارت سفارت و کنسولگریشون در مشهد و سفارت در تهران چقدره، جمهوری اسلامی خسارت رو تقبل کنه، و در این حال سعودی هم خسارت ایرانیان بیگناهی رو که در منا در اون حادثه مثل صدها زائر دیگه زیر دست و پا کشته شدن، از جمله آقای رکن‌آبادی غزنفر سفیر اسبق ایران در بیروت، غرامت اونو به خانواده‌هاشون بده $250,000. بعدم گفته بودن ما به خود خانواده میدیم، چون سابقه داره، هواپیمای ایرباس که آمریکایی‌ها سرنگون کردن 3-4 میلیون دلار دادن. بعضی از این افراد خانواده‌شون دبی بودن، مثل خانواده رئیس پلیس دبی، پولو گرفتن. اونایی که تو ایران بودن پول دولت آمریکا از طریق سفارت سوئیس به ایران داد، اونا اومدن حساب کردن دلار رو چجوری حساب کردن. مثلا دلار اون زمان 300 تومن بود، اینا دلار 7 تومن حساب کردن، بهشون دلار 7 تومن دادن. اسلام ناب دیگه، اسلام ناب محمدی، همه چیش درسته، اصول پایه همه چیش درسته. به هر روی باعث تأسف منه که بعد از 38 سال ما به یه نقطه‌ای رسیدیم، خوشحال میشیم که حج امسال بدون خونریزی پایان گرفت، حاجی های ما سالم به وطنشون باز میگردن، اتفاقی براشون نیفتاده، وجود نکبت این آقایون سرداران سپاه و امنیت خانه مبارکه باعث نشده اونجا اینها دچار قهر و غضب بشن. از این بابت بسیار خوشحال هستم. خب رفتیم به سرزمین های مقدس، حالا اجازه بدید که ببرمتون به یه جای دیگه، همون نزدیکا در عتبات مقدس، در نجف، کربلا، کاظمین و بغداد. آقای سید محمود هاشمی عراقی ملقب به شاهرودی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه آقای حاج آقا محسن رضایی و شمال دیگه تشریف بردن به عراق، رفتن عراق که از این سرزمین دیدار کنن، چون
جناب آقای شاهرودی بالاخره سابقه آب و گل داره، متولد اونجاست، در کوچه های اونجا چرخ زده دنبالش دویده، مدرسه اونجا رفته، حوزه اونجا رفته، زن اونجا گرفته، تو خونه با زنش عربی حرف میزنه، اظهار عشق میکنه، به عربی میکنه، خواب به زبون عربی میبینه، بالاخره وطنشه، رفته اونجا. زمینی که الانم چندین هتل ساخته اونجا، لابد رضایی رو برده یه سهم به رضایی بده. رضایی فعلا سرش بیکنایه، چون فقط این اتوبوسای راه تهران اصفهان رو داره. حالا احتمالاً در عراق هم یه چیزی بهش میدن، دستشو بند میکنه. یه دوستی به من میگفت، گفتش که شنیدی که معاون آقای قالیباف رو گرفتن. گفتم آره دیدم. گفت نگاه کن، من فکر می‌کنم خود قالیباف رو میگیره. نه، پرونده رو اینقدر براش تشریح میدن، میذارن کنار برای روز مبادا. همه اینا علیه همدیگه پرونده دارن. احمدی نژاد میگه بگم اما نمیگه، چون اونا هم علیه او پرونده دارن. اون تا پرونده رو میذارن که بیچاره ملت بدبخت هزینه رو میده، اینا هم میگن بگم. همین آقای محسن رضایی فرمانده کل سپاه بود، حالا بیکار شده، چیکارش بکنه؟ آقای خامنه‌ای مجبور شغل ایجاد بکنه. جناب آقای یحیی رحیم صفوی فرمانده سابق کل سپاه، بیا این دفتر من بشین مشاور ارشد. جناب تیمسار سلشکر شهبازی، شما بیا این دفتر خودم. تیمسار صالحی بیا. خلاصه برای این رو باید شغل درست کنه. حالا قالیباف هم دو روزی که برای شغل فعلا داره چند تا، ولی چند تا شغل دیگه هم براش پیدا میکنه. و این آموسه رضایی هم بیکاره، چیکارش بکنن؟ حاج مرتضی رضایی شرکتی درست کرده بود، خورده های از جنگ مونده، تانک های پاره پوره، نمیدونم ماشین های دب داغون، اینا رو میگرفت میفروخت، از پولش پولی در می آوردن برای معلولان جنگی و خانواده شهدا. اما به مرور این تشکیلات انقدر بزرگ شد، تبدیل شد به صنایع بزرگ، بانک های بزرگ، و خب مثل قوامین مثلا. آقای قالیباف هم که رفت به شهرداری، بلافاصله اومد یه بانک خودش درست کرد، بانک شهری درست کرد، بعد هم با قوامین با هم همدست و همراه که یکی از اقوام بسیار نزدیک آقای محسن رضایی، ایشون رو به عنوان مدیر اون بانک گذاشت آقای شهردار قالیباف، شهردار سابق، و اینا در حال دستشون توی یک کاسه مشغول خوردن شدن. یک بخور بخور عجیب غریبی اونجا برپا بود. حالا هاشمی شاهرودی عراق رفته، دو دلیل اساسی داره. یه دلیل، نه هاشمی شاهرودی قبل از اینکه سرطان بگیره و هنوز با عشق رهبری زندگی میکرد، در این حال یه راه هم برای خودش گذاشته بود. اگر مسئله رهبری جور نشه، پاشو بره عراق. آقای سیستانی که بعد از 120 سال سرشو زمین گذاشت، ایشون باشه که جای آقای سیستانی رو بگیره. این نقشش بود. شروع کرد شهریه دادن. میدونی یه آخوندی بخواد جا بیفته شهریه میده. منتها آخوندهای حسابی مثلا مرحوم آقای بهجت شوخی میکرد، در زمانی که 500 تومن رو به گدا میدن، طلبه میمد میگفت آقا این از برکت بگی به جیبه. طلبه الان رفته بود اون بغل ناصر ابوالمکارم شکرفروش 50,000 تومن داده بود، اون یکی کاندوم فروش 10,000 تومن بهش داده بود، لاستیک دنا فروش 20,000 تومن، آقای بهجت 1,000 تومن میذاشت جیبش با نبات، گفت تبرک. این در واقع پولایی است که مراجع میدن برای اینکه هم سین زن داشته باشن، همین که از طریق اینا حاجی ماجی بازاریا رو برن سراغش، این رو آقا با آقای فلان بدید، چون اون گیرندن 20%ش گیرش میاد، 100,000 تومن بگیره 20 تاش مال خودشه. این در واقع رسم از قدیم هم بوده. گفتن که آقا این آقا قادر به انجام این مقام نمایندگی حضرت نیستن. گفتن حالا ما یه کاری میکنیم که
قادر باشن این کار انجام بدن. آقای سید محمود هاشمی شاهرودی اومد دو تا از این شونه شکستهای نجف رو پیدا کرد، مبالغ انبوهی دلار بهشون داد، گفت از این به بعد این طلبه ها رو صدا میزنی به جان که 2,000,000 دینار عراقی بهشون میدین که تای قضیه میشه مثلا 300 دلار، شما 500 دلار 500 دلاری نقد بهش بده. اون آدمی کربلایی که این کار رو انجام میداد گفت آقا 500 دلار رو بدی اینا نمیفهمن، 500 دلار حالیشون نمیشه، اجازه بده 500 تا 1 دلاری بهشون بدم، یه بسته کلوب براق. گفت یه دلاری از کجا بدیم؟ گفت تو بانک آشنا دارم، بابت هر 10,000 دلار 500 دلار به یارو میدیم، 1 دلاری بهمون میده. 10 تا میدادن 9,500 1 دلاری میگرفتن. آقا شایع افتاد در نجف، بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی است. آقای شاهرودی دسته دسته داره پول میده. طلبها جمع شدن رفتن پول گرفتن و یه روزم ایشون خوند برای عاشورا تاسوعا، شلوغ از روزه حکیم قلقله تر شد، اینقدر آدم اومد و رفتن. و به هر حال ایشون خواست که مرجعیتش جا بیفته. تو این گیرودار آقای خامنه‌ای گفت من چرا بر خودم شاخ بترشم، چرا بیام هاشمی فعلا که ما سر جلدمون گفته مست که حالا حالا زنده ایم، حالا تا 10 سال دیگه چیه، با خودمون این 10 ساله باشیم چیکار بکنیم. اومد نورالدین اشکوری رو فرستاد آقای خامنه، یه مدتون بود. بعد کاظم حائری رو، گفتن آقا اینا برن. و آصفی رو فرستاد، گفت اینا برن به عنوان نماینده من. و همون 500 دلار رو میدادن، منتها آقای خامنه ای خود طبعش بالاتر بود، به جای 1 دلاری همون 10 دلاری 20 دلاری میداد بهشون. رقابت شد بین محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی که او رو تعیین کرده. یه روزی هم تلفنی آقای وحید بیزد، آقای شاهرودی لطفاً دیگه شهریه ندید. آقای شاهرودی هم پولا رو برداشت رفت هتل ساخت تو نجف، کوفه، کربلا، هتل ساخت. فامیلار هم اونجا مشغول کار کرد، از اخ و زوجه ها و پسرموها، برادرزاده و غیره مشغول کار شدن اونجا. چندین هتل 5 ستاره و فلان، گویا اینکه هتل 5 ستاره هم برای اینا بسازی، روز چهارم با آفتابه هاشون ما اون توالت ها رو که درست میکنن به اون هتل دیگه اصلا مجال نمیدن اونجا نفس بکشه. بگذاریم، دوباره آقای شاهرودی به عراق. اولین کسی رو هم که میبینن سرمزدورشون نوری‌المالکی. خب کیو ببینن؟ نوری‌المالکی کسی است که تمام عمل کرده رژیم جمهوری ولایت فقیه رو توجیه میکنه، توجیه میکنه این عمل کرد رو. اول اون رو دید، بعد حکیم رو دید، بعد درگیری شده. خب نیه حکیم جدا شده از اون مینستریم مجلس اعلی، اون مجلس اعلی شیخ همام حمودی تو فرودگاه هم ازش استقبال میکنه، با اونا ملاقات کرد، ولی هیچ کدوم از آدم حسابی های عراق حاضر به دیدار اون نشدن. در مورد نوری‌المالکی هم دیگه انقدر بهش گفتن، نوری‌المالکی بهش لعنت فرستادن که آقا چی بود تو رفتی با این، دیگه خود کوتاه اومد. حیدر و لبادی هم گفت والا انشاءالله روز آخر که ایشون میره یه ملاقات رسمی خواهیم داشت. به این ترتیب آقای هاشمی شاهرودی رفت بشینه صحبت کنه که آقا من دارم میام رهبر بشم، منم که عراقیم، مصالح عراق اول برای من میاد، بنابراین نگران نباشید ما در خدمتتون هستیم. بله این علی آقای عزیز من گاهی اوقات بهم خبرهایی میده همینجوری منو به تأمل میندازه. یه دفعه گفت 11 شهریور میدونی سال روز در گذشته دلکش بانوه. البته در میان خواننده‌های ما یک نفر لقب بانو داشت، اونم الهه بود. یه روزی ترانه میخونه الهه، ملکه مادر اون ترانه رو گوش میده، انقدر تحت تاثیر قرار میگیره زنگ میزنه به مرحوم معینیان، یا با آقای معینیان زنده زنده ببخشید
بس که بی سر و صداست. هزار سال زنده باشی موینیان، مرد وارسته است. بعد زنگ میزنه به اون میگه آقا این خیلی کارش خشن. موینیان هم جستجو میکنی و اونور به هر حال دلکش میگه اجازه بدید این ترانه که من خوندم همین ویژگی خودشو، الهه میگه مثل همین ویژگی خودشو داشته باشه. اونا هم میگن بسیار خوب. معینیان به علم خبر میده و بعد میگن اعلیحضرت گفتن به ایشون لقب بانو بدید. در نتیجه شد الهه بانو یا بانو الهه. هیچ کدوم میگه لقب رو رسمی نداشت. حالا بریم صدای دلکش نازنین رو گوش بدیم. سالها بعد از انقلاب که ممنوع صدا بود، اومده بود لندن و لس آنجلس، پسرش هم باهاش بود. یادم نمیره وقتی همسر داریوش فوزون مایه شد چه نوشتن مطبوعات. با هم گوش میکنیم صدای جاودانه عصمت خانم رو ملقب به دلکش. نارم بیشین دل زارم شعر از رهی معینی، آهنگ از خالدی. Thank you.
واقعا صدا جاودان است. وقتی دلکش اینجا بود با درود دوباره من رفتم خدمتش، پاره استخوانی بود، دندان هم نداشت در دهان، با این همه این صدا هنوز صدای دلنشینی بود که بر جان می نشست. من مخصوصا این آهنگ رو انتخاب کردم، نه یه دون از اون جوونیاش این آهنگ رو باید می شنیدیم که هنوز زیبا بود. به کنارم بنشین، رهی، بیژن ترقی، اینا واقعا ترانه سرایانی بودن در یه دوره خاص. خب من هیچ وقت ترانه‌هاشون رو به ترانه حالا مقایسه نمی‌کنم، این ترانه حالا زبان حاله، ولی اون ترانه‌ها در اون دوران خاص، اونا بهادر یگانه، وای وای بهادر یگانه، بعد می‌دیدش یه پاره استخون بود، اسم خیلی آدم میگه بهادر یگانه، ولی چه شعرهایی میگفت. هادی اشتری گفت که شعرهایی که میگفت اصلا در جوانی خوش خزان، بس که باریدم، بس که باریدم به نخل قامتم من آب شور، در جوانی خوش خزان کردم بهار خویش. اونم یه دنیای خاص دیگه خودشون. تورج نگهبان عزیزم، بینابین بود در واقع تورج. سیمین بانوی بهبانی، اسقر واقعی چه ترانه‌های قشنگی داره. تو مثل گل‌های سرخ و زردی، میدونم با بهار برمیگردی. بله بله ما هم زندگی‌ها داشتیم. همایش چند همسری در خراسان رضوی برگزار. حضرت آیت الله اعلم الهدا و داماد مبارکشون سید ابراهیم رئیسی و جناب آقا رو میبینید، حضرت آقای خراسانی که بر بالای شتر هم نزدیکی رو حلال میدونن، اینها همه شرکت داشتن. آقا دختران خراسانی نداریم بترشن. چند همسری، سید محمد حسین فضل الله خدا رحمتش کنه، یه آخونده روشن، اگر هم عصر خمینی بود او بود. دو سه تا چیز ازش دارم پخش میکنم براتون، ویدیوهاشو ببینید، شهامت این آدم رو بدونید. یه حرفی زد که قوغا شد، جنجال شد، آسمون به زمین اومد. گفت آقا حضرت علی مثل بقیه انسانهای هم عصر خودش، در زمانی که هنوز منع شراب در قرآن ذکر نشده بود، مثل بقیه شراب می نوشید. یه بارم گفت در حد سمالت می نوشید زیاد، ولی این اراده رو داشت به محض اینکه در قرآن منع شد شراب رو کنار گذاشت و ننوشید. اینا چون معتقدن که حضرت علی نطفش در کعبه بسته شده، در اونجا اومده، یه مقامی مثل عیسی براش قائل شدن و از همه چی خبر داشته، علم و غیب، و وقتی به دنیا اومده پیغمبر بغلش میکنه میگه میخوای قرآن از تب اول برات بخونم از اول به آخر؟ حالا هنوز قرآن نیومده، حتی معتقد به جبرئیل و وحی باشیم قرآن نیومده، ایشون حفظه، میگه میخوای زبور داوود رو به زبون یهودی بخونم برات؟ میخوای تمام این انجیل و عهد قدیم و جدید رو برات بخونم؟ میخوای گاتهای زرتشت رو برات به فارسی بخونم؟ این داره عمر حضرت علی تو اون شیرخارگی، مثل آقای خامنه‌ای که به دنیا آمد میگفت یا علی، اونجا هم حضرت علی تو کعبه این داره.
محمد حسین فضل‌الله اینو گفت، این آخوندهای مرتجع عراق و یه دم توی ایران به جانش افتادن، بلایی به سر این مرد محترم آوردن، این مرد روشن و آزاده، این مردی که ضربه زدن به پهلوی فاطمه زهرا رو یک دروغ شرم‌آور میدونه، چون میگه این اهانتی از این بالاتر به حضرت علی نیست که حضرت علی شیر خدا ذوالفقار این آدمی که اونجا هست تو آشپزخونه بشینه زنش عمر کتک بزنه، بعد از مرگ زنش هم بیاد دخترش رو بده به عمر. این یعنی واقعا مظهر غیرت و مردانگی. چه کردن باهاش، چه کردن باهاش. اگر عبدالحسین بهمن نبود که خب با پولش مأمور میگیره مراقب خونه سید محمد حسین فضل‌الله باشن، تیک تیکش کرده بودن تو بیرون، مثل آقای عامل همین حسن نصرالله دستور قتلش رو داد. گفتم حسن نصرالله و برادر بشار که آقای خامنه‌ای گفته مثل فرزندم هست، 14-15 میلیارد دلار تو این دو سه ساله پول ما رفته، این رژیم فاسد و آدمکش رو حفظ بکنیم که جناب آقای بشار بیاد گیلاسش رو ببره بالا. بفرمایید. با رئیس جمهوری بلاروس با هم سلامتی مدافعین حرم، گیلاس رو ببرم بالا. به 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 به. علمای اعلام در ایران بگید سوریه از خوزستان مهمتره برای ما. خاتمی بیچاره پلو رئیس جمهوری ایتالیا و دخترش نشسته بود، این گیلاس رو توش آب ریخته بود، آب معدنی. حسین بازجو در ایران ورداشت نوشت اگر نمیدونم صداشو با پاشنه کفشتون پاک میکنین بوشو چیکار میکنین، اما ادبیات خانوادگیشو اینجا هم ورداشت مصرف کرد که مثلا خاتمی شراب گذاشته جلوش داره میخوره. بشارشو خدایا مردم از نفاق. یه خبر بسیار متأثر کننده راجب کره شمالی میگم، نه یادم نرفت. نخبگان هرمزگان ماشینشون تصادف کرد، 9 تا کشته شدن. چرا در ایران نخبه کشی بابه؟ چرا دانش آموزی که برای المپیک انتخاب میشه، خدایا اینا با بچه های ما چه میکنن؟ وای 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 چقدر از این نخبگان ها. یه نفر برای من نوشته بود نخبگان کجا هستن؟ بهمن 4 تاشون هاروارد بودن، ام‌آی‌تی بودن، دونه دونه بودن، آخریشون که اینجا بود آقای جلایی پور بود در زندان اوین، یکیشون که مونده بود از این نخبگان، از فارغ التحصیلات دانشگاه صنعتی، پسر آقای جلایی پور روزنامه جامعه، بعد نوشته بود بله این یکی هست مونده در زندان اوین و اسباب تأسفه. یه نکته دیگه هم این نمایش چند همسری در خراسان. خب میدونید در خراسان روسبیخانه رسمی درست کرده، اون وقت یه زال محمد بود و یه قلعه درست کرد. در خراسان زال محمد معمم داریم، زال محمد ریشو داریم، تسبیح به دست داریم، همه رو زال محمد داریم، رئیس زال محمد و خود آقای علم الهداست و اینا رو هم اونجا میبینیم که خونه درست کردن، ساعتی نیم ساعت. تلویزیون جدید در لبنان یک برنامه نشون داد واقعا شرم‌آور بود، هانی فخس هم اتفاقا تو شرف میزد، برنامه شرم‌آوری بود که در اون نشون میداد دخترای شیعه خیلی مدرن شیک فلان، اینا سیغه های 1 ساعت، نیم ساعت، 2 ساعت، 3 ربع، نمیدونم 10 دقیقه، همه جورش بود. یکی گفت من روزی 6 بار سیغه میشم، روزی 6 بار از برکت انقلاب اسلامی، و قبلا هم در لبنان وجود نداشت، در لبنان زن و مرد برابر بودن، کشور پیشرفته بود در این زمینه، تونس، ایران و لبنان و بعد از اونا مصر کشورهایی بودن که جایگاه زنان داشت بالا می و بعدم عراق. حالا این بر سر همشون چه آمد؟ بله بسیار متاسف شدم. جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف در رفع اتهام از اینکه اینا دارن از توییتر و تلگرام استفاده میکنن برای رد و بدل کردن پیام، گفته بود نخیر، توییترهای من همه به زبان انگلیسی و گاهی هم عربی، البته عربی رو خودش نمی نویسه،
مترجم داره. یه وقت بود که این آقای محمد صادق الحسینی بود در وزارت ارشاد برای مهاجرانی برای دیگران ترجمه میکرد، ولی بعد حالا اون بیچاره مثل این که سنگ چرخ پنجم درشکه شده و دارن آدم دارن تو وزارت خارجه که زیادن این دو جنسیتی ها، به خصوص زو حیات اینا عراقی ایرانی ها پرن توشون خیلی زیاده. نوشته بودم من توییترام به زبان انگلیسی و عربی، چون توییتر نقش بسیار مهمی در جهان داره در تبادل بین المللی و میتوان باهاش رد و بدل که راستم میگه ترامپ داره، ملک سلمان داره، امیر کویت داره، ابوظبی داره، همه دارن، پوتین داره. همونجا گفتن آقای ظریف تو یه صفت خوب داشتی، دروغ نمیگفتی. البته درست رفتی گفتی در ایران شکنجه وجود نداره، ولی از دید جناب علی تعزیر اسلامی شکنجه نیست، بالاخره شما هم بچه مسلمانی. ولی آقا این توییترهای فارسی چیه؟ همه رو براش ردیف کرده. الان بالا سرش میبینید تمام توییترهای فارسی رو توییت کرده بود، فارسی ها رو در توییترش نوشتن و پخش کردن که برادر دروغ نگو. حضرت رهبر هم داره، ایشون هم مینویسه، مد شده دیگه. یک نوع گفت، یک نوع تبادل آرا و نام پراکنی بدون پستچی، خیلی راحته دیگه، با هم دیگه تبادل نامه میکنن، پستچی هم نیست. ای اون وقت میگفت ای نامه که میروی به سویش، از جانب من ببوس رویش. حالا به کامپیوتر چجوری میگی ببوس رویش؟ قاصد آمد گفتمش آن ترک سیمین بر چه گفت؟ گفت با عشقم بسازد. گفتمش دیگر چه؟ حالا این فیس تایم درست شده. من نوم سفران میگیره دستش، بعد میگم که خب خدافظ سفران جان، میگه بوسه یادت رفت. اینم به لب میچسبونم، اونم میچسبونه، میشه بوسه پدر بزرگ و نوش با هم دیگه صفا میکنن. حالا با توییتر من نمیدونم آقایون با هم صفا میکنن، معانقه میکنن، نمیکنن. اون مصباح یزدی که حتما به معانقه احتیاج داره چجوری از طریق کامپیوتر اناق و معانقه رو، مستر اناق رو به باب مفاعله میبره؟ آنقه یا آنق و معانقه، نمیدونم، اون خبر نداره. بهرحال از این جانور دنبالیده هرچی بگی برمیاد. در آباده، در نوراباد فارس، یک بانوی جراح محترم صاحب منزلت مورد اعتبار و احترام اهالی در بیمارستان نشسته، جراح، و سابکاری میاد اونجا، دادستان نوراباد ممسنی فارس. بفهمید آقا بچه من الان باید عمل کنی. ببخشید قربون، من سه تا عمل دارم ردیف و این طفلگو دارن درد میکشن از سه روز قبل تو نوبتن، به درک، بچه منو باید عمل کنی، باد فرق داره، همین الان باید عملش کنی. فتح خوب میشه فردا عمل کرد، مشکل نیست، ولی الان من آپاندیش دارم که اگه بهتره که نخیر. کتک مفصلی به خانم دکتر میزنن. حالا ایشون رفته به بیدادگاه ولایت فقیه شکایت کرده، ببینیم کارش به کجا خواهد رسید. و اینو نگاه کنید، نگاه کنید، بله اگر دارید. بچه هم داشت انداخت و گردن من که من نمیدم که شما با من باشم.
بعد من هم بچه‌هام گرفتم تو هر هم گفتم که من بچه‌هام ببرید من نمیتونم این بچه قربانی میشه. شما فکر کنید دادستانه یک شهری که داد مردم رو باید از ظلمه بگیره خودش میشه سرظلمه و به یک بانوی دکتر محتشم محترم این اهانت رو روا میداره. شما به اینا چی میخواید بگید؟ و باز موضوع دیگری که اول هفته است بهش اشاره بکنم قبل از اینکه به ماجرای کره بپردازم، یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته با توجه به اقتضائات متفاوت روابط پدر و فرزندی در مقایسه با روابط زن و شوهری، خواستار ممنوعیت ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده در قوانین ایران شده. شما فکر کنید وجود همین قانون شرم‌آوره، یعنی ایرانی باید خجالت بکشه اگر تن به این قانون اینا بده، یعنی بپذیره که یه پدرخوانده با فرزندخوانده‌اش ازدواج کنه. میدونین چرا اینا این کارو میکنه؟ اینا میان اصل رو میگیره. آقا پیغمبر مگه با زن پسرخوانده‌اش ازدواج نکرد؟ همون وقت بعضی از صحابه از جمله ابوبکر ایراد گرفتن، گفتن در عرب یه همچی رسمی نبوده. ولی به هر حال حالا اون آیه آمد و غیره و غیره، کاری ندارم. داستان زینب و زیباییش و اینا هست، میدونید چجوریه، زندیا دشتی در 23 سال مفصل شرح داده، گل زهلر هم نوشته. ولی قرازم اینه که حالا پدرخوانده ای که این بچه رو بزرگ کرده، رو زانوش نشونده مثل بچهش، بعد باش ازدواج کنه. شما فکر کنید تمام فکر و ذکر اینا، خدا لعنت کنه این اینا، تمام فکر و ذکرشون چیه؟ پول؟ و خودتون دیگه میدونیم یعنی یه مادری بره با پسر خواندهش ازدواج کنه، یه پدری با دختر خواندهش ازدواج کنه. واقعا شرم بر شما باد که هم دین رو بی آبرو کردید، هم انسان رو بی آبرو کردید، هم همه چی رو بی آبرو و بی اعتبار کردید. اما بریم سراغ این آقای کیم جون اون، بریم چی کار داره میکنه. هممون یه دفعه شوکه شدیم که اعلام شد این نوه ناقص العقل کیم ایل سونگ یک بمب ایدروژنی رو آزمایش کرده که حجمش 5 برابر حجم بمبی بوده که آمریکا در هیروشیما مصرف کرد. و تصور بکنید بمب هیروشیما چه آسیبی رسوند، چند نفر رو کشت، چند نفر رو معلول کرد، چه آثاری بر طبیعت برای سالها باقی گذاشت. حالا این 5 برابر اونه و دست یک بیمار روانی مجنون که این کار رو میکنه. کار به جای رسید که چین دولت کره شمالی رو محکوم کرد. جمعه بود که داشتیم با دکتر فاضل راجع به کره شمالی صحبت میکردیم. اگر دنیا در برابر جمهوری ولایت فقیه ایستاد، واژه‌ای دارن عربا به نام ترکیه، یعنی کسی رو به زانو زدن واداشتن، به زانو زدن وادار کرد جمهوری اسلامی رو، حق داشت. چون جامعه میدونست یک کیم جون اونم اونجا وجود داره که شاید از اونم بدتر باشه و حالیش نیست. اگر اینا حالیشون بود سپاه این حرفا رو میزد، اینا حالیشون نیست. آقای جوانی میمد میگه ما آمریکا رو 10 دقیقه نابود میکنیم، اینا حالیشون نیست، متوجه نمیشن. دیروز دیدم که وزیر دفاع جدید صحبت کرده بله ما سیستم موشکیمونو ادامه میدیم و میریم جلو و موشک‌های تازه‌تری درست می‌کنیم. بذار این نکته رو بهتون بگم. اینها در چارچوب برجام و حواشیش، ملحوظاتش، هر موشکی آزمایش می‌کنن زیر 2000 کیلومتر بعد بردش باشه.
زیر 2000 کیلومتر نمیشه موشک دور و قاره پیمان، میشه موشک متوسط. اینو اگه شد 2002 مطمئن باشید که مجازات سختی خواهند شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، میگذارمتون با مجید درخشانی نازنین و گروهش، به ترانه زیبای گوش بدید و تا فردا همتون در پناه خداوند عاشق باشید. تمنا باشد چه کنم
چه بود قصه پررنج و ملالی، کابوس پر از وحشتی آشفت خیالی. ای هستی من و مستی تو افسانه ای غم افسانه،